دوستان خوبم سلام و امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها من تو چند ویدیو اخیر یه سری کامنت هایی دریافت کردم که واقعا ناراحتم کرده و دلم میخواد که در واقع این ناراحتی رو تو خودم نگه ندارم و شفاف برای شما بگم شاید که موثر باشه این بیان ناراحتی ببینید من یه ویدیو از هیپ گرفتم اخیرا میخوام باز کنم براتون موضوع رو و یه سری کامنت دادم یه سری نقد کردم خب خیلی هم بد و بیرا دریافت کردم حالا کامنت های من خب ببینید من اومدم کامنت های مثلا منتقدانم و بعد نقدم و به صورت شوخی بیان کنم مثلا تو اون میزی که چیده بودن و آب معدنی و نوشابه خب من میدونم که اون آب معدنی و نوشابه مثلا منظور نیست ولی چون چیز اون چیزی که به صورت بسری دیدم از ویدیو کلیپ به عنوان منتقد و به عنوان کسی که داره این کار رو بررسی میکنه نپسندیدم با شوخی اومدم تازه با شوخی نه مثلا جدی بیام حرفی بزنم با شوخی اومدم شوخی شوخی حرفمو بزنم که هم برای شما یه حالت جذابیتی ایجاد بکنه و همین که کامنت هم واقعی داده باشم ولی متاسفانه اونقدر همش فقط تعریف و تمجیده که اگه یه نفرم بیاد یه نقدی بکنه یه حرفی بزنه شدیدن کوبیده میشه خب من مثلا تو ویدیوهای قبلی اومدم از تتلو کامنتی گذاشتم کلی کلی فوش و بعد خوندم این یا،, یا مثلا تو ویدیو قبلیش از 021 تونی کید دوباره با شوخی کردم و, و انتقاد هامو سعی میکنم یعنی این این حالت رو اومدم که به نمایش بذارم که نقدم و به صورت شوخی بیان بکنم که هم اونجوری حس منفی و القا نکنه همین که من حرفمو زده باشم نه من منظورم مسخره کردنه آخه من اصلا نه تو این من چیکاره مثلا اون سروش هیپاپولوژیست دارم بعضی نوشتین که شما معلومه که از قصد اومدی بکوب آقا من چی کاره یا ایشونم شما منو نمیشناسی من اصلا من اصلا تو این ژانر موسیقی فعالیتی ندارم که بخوام حالا بکوبم یا چیزی آیدم بشه من اومدم فقط دارم این این کار رو به صورت آنالیز برای شما انجام میدم چه مسخره ای دارم؟, دارم که بکنم چه چه تخریبی دارم بکنم مگه من اصلا چی کاره اینا دوست منن دشمن منن اصلا من سنمی ندارم که بخوام من دارم نظرم رو میگم حالا چون عادت کردیم توی این ژانر ریاکشن که فقط تعریف و تمجید بشه کسی جرئت نداره که یه نقدی بکنه چون که بعد و بیرو بهش میکنن آخه, آخه چرا باید این کارو بکنیم من دارم با شوخی هم بیان میکنم یعنی یعنی ما فرق شوخی و مسخره و نفهمیدن و کلی کامنت هست که آقا آب معدنی اینجوری تکون میدن تو اسپرایت فلانه یا یعنی مثلا سیگارو پسر حالا فوششو نمیخوام بگم تو نمیدونی این سیگار پاس دادن نیست خب چرا من نمیدونم شمایی که مثلا 18 سالته میدونی منی که 38 سالمه نمیدونم و با کودلی فوش و بیرا خب من اومدم یه نقدی رو انجام بدم که اولا توی این نقدم خیلی چیزا نهفته است حالا الان نمیخوام من بهش صحبت کنم که همون شوخی ها کلی چیز نهفته است فقط الان بیانش کنم دیگه مزش میره متوجه این کلی اون شوخی هایی که تو ویدیو هیپاپولوژیست کردم الان نمیخوام شفاف بگم منظورم چی بود دیگه اصلا مزش میره ولی منم خیلی چیزا رو فهمیدم با علم به این که فهمیدم اومدم شوخی کردم حتما یه نقدی رو میخواستم که با این روش انجام بدم کلی بد و بیراه خوردم این از این. کلی بد و بیراه دارم راجع به اینکه تو به خاطر پول اومدی تو رب تو اصلا برو تو همون را که خودت به خاطر پول به خاطر پول. آقا چه پولی به خاطر ویو به خاطر پول بچه چه پولی شما الان که دیگه قدیم و اصر ندانستن نیستش که الان هر کسی همه چیز رو میدونی یعنی شما الان یه سرچ بکنید متوجه میشین که درآمد هر یوتیوبری با توجه ویو هم که معلومه تقریبا چقدر آقا چه پولی منی که 25 سال کار موسیقی کردم این الان بهش میگیم پول یعنی من لایق این مثلا این پولم که من به خاطر این پول مثلا دارم یه سری کارا میکنم چه پولی اصلا روند کانال یوتیوب من مشخصه من از اون اول که اومدم بریم ببینین تدریس گیتار میخوام بهتون میگم مثلا به چه هدفی اومدم با هم رو راست باشیم دیگه اومدم تدریس گیتار الکتریک کردم دیدم کسی استقبال نکرد احساس کردم که اصلا تقاضاش نیست به اون صورت گفتم اوکی اومدم چند تا ویدیو تدریس گیتار کلاسیک کردم خیلی خوب مورد توجه قرار گرفت و کلی هست کلی کامنت دارم که آقا جای شما توی این ژانر تدریس گیتار کلاسیک خالی بود دمت کم و من 200 تا ویدیو گذاشتم این وسط اومدم تدریس آهنگ کردم دوباره خیلی مورد توجه قرار گرفت و خب آدم خوشش میاد یه کار مفید انجام میده ها بگه به پول مگه من الان به شما بگم بیا برو آسفالتو تا میدون آزادی فقط جارو بزن بیا این پولو بگیر مگه میکنی همش که پولی نیست اون کار باید برای فرح بخش باشه احساس مفید بودن بکنی باید بگم بیا اینجا رو برگ بریز رو زمین دوباره جمع کن دوباره بریز دوباره جمع کن دوباره دو... میکنی این کار رو فل... ولی مثلا ده میلیون میدم خب میگه دیوونم مگه من, من اصلا آدم مفیدی نیستم این وسط من یه همینجور که داشتم هی hey میسنجیدم که باید چی کار کنم تو یوتیوب که مفید باشم به درد بخوره یه کاری باشه که یه کاری که هم به خودم لذت بده هم برای دیگران و احساس احساس منتقل بشه من مثلا هنرمندم احساس منتقل بشه یکی دو سه تا ریاکشن گذاشتم از هست دیگه بریم ببینین از بلک پینک از متالیکا سیستم آف داون لینکین پارک و اه مار از مهراد هیدن و من قهرم تطلو دیدم اه چقدر استقبال شد چقدر به من گفتم آقا جات خالی بود توی این ریاکشن و من کم کم ریاکشن گذاشتم از همون کار تخصصی خودم که راک و متال بود شروع کردم دیدم کمتر به من توجه میشه از جهت اینکه ایول چه چیزایی یاد گرفتیم تصادفن هست هست ویدیو هم تصادفا پاپ گذاشتم همینجوری می داشتم میذاشتم ببینم آقا من دارم اصلا چیکار میکنم من خب خیلی کارا بلدم که بکنم در عرصه هنر تصادفا چند تا رپ گذاشتم و یهو ترکید کانالم نه به خاطر پول به خاطر حجم عظیمی از آدم که اومد تو کانالم و من ذوق زده شدم که ایول من دارم یه کاری میکنم که مخاطب داره من دارم یه کاری میکنم که دوستش دارن و این کار رو ادامه دادم تا امروز شما برین کامنت های اون ده 20 ویدیو اول منو ببینین از بالا تا پایین اینه که آقا جاد تو این جان خالی بود ایول ما کلی چیز زیاد گرفتیم ایول 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 ما آهنگار رو خیلی گوش میکنیم خودم آدم حال میکنه دیگه شما حال نمیکنی پول چه پولی برو ضرب تقسیم کن ببین منی که 25 سال کارم اینه منی ای که تخصص نمیخوام از خودم تعریف کنم دیگه مشخصه من باید انقدر این پول اسمش پول نیست واقعا اسمش و آدم ناراحت میشه آخه شما بالاخره من دارم با ذوق و علاقه میبینی هر ویدئویی که میگیرم چقدر ذوق و چقدر تا جایی که بتونم دانشمو منتقل میکنم تا جایی که بتونم واقعی هم براتون والا منم برادم خیلی کارا بکنم که فقط فهم بگیره همش تعریف همش فلان تمجید فلان با من این کار رو نمی کنم من دارم با ذوق و علاقه چون که خیلی هم کامنت های خوبی هم دریافت می کنم و, و من به عشق ولی یه سری کامنت ها اصلا شما رو واقعا نمیم حالا من حساسم یا اصلا انسان مدلش اینطوریه بچه من از این ضربه ها چرا اصلا سویچ زدم روی این تیف رپر چون که واقعا مرا معرفت نمان تو متال اذیت شدم واقعا من تو همون جان راک و متال پرفروشترین آرتیست ایرانم یه گوگل بکنید الان همین الان بزنین شهاب بزنین رکورد فروش کنسرت های راک ایران بالا تا پایین میاد که من چه فروشی تو کنسرت های راک هم داشتم منی که توی اون جان انقدر فعالیت کردم به اون درجه رسیدم و اون همه فرهنگ سازی کردم و اون همه سختی و تلاش کردم برای اینکه راک معرفی کنم به مسئولین معرفی کنم بگم آقا اونجوری که شما فکر میکنی نیست اینجوریه اصلا این بحث شیطان برستی و فلان از همون متال هدا هزار بار خوردم حالا با دلایل مختلف که تو نمیدونم وصلی تو الی تو بلی برین تو اون اینستای من همین الان لینکش هست دیگه شهاب آندرلاین صادقی بریم تو این یکی دو تا پست آخری که راجع برای تتلو سولو زدم و ببینین چقدر من فوش خوردم آخه چرا داری فوش میدی حالا تو تتلی دوست نداری که دوست نداری من دارم سولو میزنم اصلا شما یعنی چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا حالا به هر دلیلی چرا به من داری فوش میده که من سولو به اون خوشگلی زدم بگو باری کلا اصلا هیچی نگو حالا هر, هر کی ببینه میگه باری کلا چه سولو خوشگلیه حالا شما تعصب سنگین داری میگی فقط متال تو آرتیست متال رفتی مثلا کار رپ و هیپ هاپ زدی و پاپ زدی و فلان تو هزار تا فوش و داریم میبینیم بریم ببینیم دیگه خب آدم زده میشه آدم فراری میشه آدم منظوی میشه چرا یه کاری به آدم میکنیم که آدم دوباره از اونم بیاد بیرون از اینم بیاد بیرون خب من دارم با عشق و علاقه همون هم اصلا دلم نمیاد اصلا تو اینستا پست بذارم آقا شما اصلا حالت خوبه خودت حالت بد نمیخوای حال دیگرانم بد کنی بالا من حالم بد نیست من شما داری حال منو بد میکنی من اومدم با ذوق انگیزه الان یه اتفاق اینجوری هم میفته اصلا یه کامنت هایی دریافت میکنم حالا شما که نمیبینین چون که مثلا رو پنج پست قبلی میاد ولی برای من می میبینم میگم آقا چی داری میگی تو چرا اینجوری برخورد میکنی تو اصلا درسته این کارت حالا بچا سر شما رو هم درد آوردم آدم ناراحت میشه دیگه آدم ناراحت میشه از اینکه من دارم با ذوق و علاقه و انگیزه فول تایم میبینیم دارم تا جایی که بتونم من یا دارم کارهای اداری کارهای اقامتمو انجام میدم یا دارم واقعا مثلا ورزشی به زور دارم انجام میدم یا دارم ویدیو میگیرم یا دارم فلان میکنم من دارم با اوج علاقه و انگیزه و توان دارم این وقت رو میذارم دارین تعداد ویدیو تو این سه ماه اخیر میبینید دیگه آدم ناراحت میشه واقعا یه سری چیزهایی که نابه حق ناب و اصلا بیمعرفتی محض و حال خواستم فقط ناراحتیون بیان کنم حداقل خودم رو خالی کنم خودخوری نکنم اگه وقت شما هم گرفتم اصخایی میکنم من الان که با شما خدافزی کنم میخوام ویدیو بعدی و همین الان بگیرم و امشبم میذارم و لایو هم میذارم من دارم تمام تلاشم میکنم به این صورت موازد خودتون باشیم خدا نگهدار